جمهوری اسلامی و مذاکره با آمریکا پس از آنکه معاون رئیس جمهور آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی منیخ در آلمان از آمادگی دولت آمریکا برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی صحبت کرد، صالحی وزیر امور خارجه ایران ضمن استقبال از این سخنان، انجام مذاکرات را به تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران موکول کرد. محمود احمدی نژاد که در مصر به سر می برد اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا را جدید و مثبت خواند و گفت اگر مقامات آمریکا همزمان با این اظهارات در رفتارشان هم تغییر بدهند ایران نیز با نگاه مثبت به آن نگاه می کند خامنه ای نیز روز 19 بهمن ماه به این سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و گفت ادی از روی سادلوهی یا قرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می شوند و مذاکره مشکلی را حل نمی کند. او گفت: آنها ایران را تحریم می کنند و همزمان پیشنهاد مذاکره می دهند. اما علیرغم این گونه مقدم چینی ها در نهایت خامنه ای نیز در سخنانش بدون آن که اصل مذاکره با آمریکا را رد کند، انجام آن را موکول به دیدن بقال او حسنیتی از جانب طرف آمریکایی دانست بیان کم و بیش متفاوتی که در این باره در اظهارات سران جمهوری اسلامی دیده می شود هنوز به معنای وجود شکاف جدی بین آنها در این زمینه نیست محتوای واقعی موضع همه آنها در این مورد یکی است و هر کدام آن را به شیوهی بیان می کنند. پیشنهاد مذاکره از جانب دولت آمریکا در حالی صورت میگیرد که دور جدید تحریم های آمریکا که درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته به اجرا گذاشته شده است. وزارت خزانهداری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که انتقال پول نفت صادراتی ایران از کشور خریدار ممنوع است. بر اساس این تحریم کشورهای خریدار نفتی ایران باید در داخل همان کشور یک حساب بانکی باز کرده و پول نفت وارداتی از ایران را به این حساب باید واریز کنند. خارج کردن این پول از آن کشور به هر ارزی که باشد ممنوع شده است. روندی که این روزها در رابطه بین جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد، امر تازه ای نیست و مدت هاست در جریان است. سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همواره نه سیاست حزب و نه سیاست کوتاه آمدن در مقابل زیاد روی های این رژیم بودی است. جمهوری اسلامی هم برای بقای خود به کسب امتیازاتی از آمریکا در زمینه به رسمیت شناختن موقعیت منطقه اش نیاز دارد و تا کنون همین سیاست را تعقیب کرده است. دولت آمریکا فشارهای اقتصادی خود را بر جمهوری اسلامی تشدید کرده است تا این بنبست را بشکند. این کشمکش در حالی است که تنگناها و بحران اقتصادی در جامعه ایران به بی سابقه ترین حد خود رسیده است. فقر، گرسنگی، تورم، ورشکستگی مراکز تولید و افزایش موج بیکاران، شدن پول ایران در مقابل ارزهای خارجی، افزایش هنجارهای اجتماعی وضعیتی را به وجود آورده که توده های دست جامعه علا تلاش رژیم برای افزایش جو ترس و ارعاب بر جامعه کارایی خود را از دست داده است و نفرت و انزجار مردم از رژیم سرمایداری جمهوری اسلامی علنا بیان می شود. جامعه ایران به طور واقعی مترسد فرصتی است که اوزا را زیر و رو کند. سرکوب، زندان و شکنجه مخالفان سیاسی رژیم و رهبران جنبش های اجتماعی تحمیل وسیله های سنگین بر فعالین کارگری، نمایشات خیابانی اعدام به منظور مرعوب کردن مردم، دستگیری روزنامه و منتقدین نظام، دستگیری و به بند کشیدن و اعمال وسیله های سنگین بر فعالین کارگری عملا ره به جایی نبرده است و رژیم نتوانسته زبان و قلم آنها را حتی در اصارتگاه هایشان ببندد. زور و چماغ اگر یکی از اصلی ترین پایه های رژیم تا کنون بوده است دیگر کارایی گذشته را ندارد چنین موقعیتی در حالی ایجاد شده است که فشار تحریم های اقتصادی و انزوای بین المللی موجب تشدید باران درونی رژیم گشته و احمدی نژاد و دولتش که آینده برای خود نمی بینند تر در مقابل سیاست های اصولگرایان قرار گرفتیاند. جمهوری اسلامی که تاکنون با اتکا به دخالت و نفوذ نسبیش در کشورهای منطقه از جمله در عراق، سوریه، افغانستان، لبنان میکوشید نرخ معامله را با غرب و آمریکا بالا ببرد اکنون به طور چشمگیری میدان اعمال نفوذش را از دست داده است و در موقعیت به مراتب ضعیفتری قرار گرفته است همه این فاکتورها نشان از موقعیت ضعیفتر جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی و داخلی دارد و در این چنین شرایطی است که این رژیم در تنگناهای جدی تری قرار گرفتی است. در این شرایط سوال این است که آیا این تضعیف موقعیت رژیم اسلامی و تشدید فشارهای آمریکا امید جدیدی برای تلاشهای اپوزیسیون برجوایی که در روزهای اخیر دوباره به جنب و جوش برای آلترناتیو سازی ها از بالا افتاده اند به بار می آورد؟ آیا وعده هایی که اکنون شاهزاده از دور خارج شده به مردم می دهند می تواند راهکاری رهایی راه بخش برای کارگران، زنان، نسل جوان، ملت های ساکن ایران برای توده های ستم دیده و گرسنه ایران باشد؟ تجربه نشان داده است که فشارهای بیرحمانه امپریالیست ها بر معیشت و زندگی مردم به منظور رام کردن جمهوری اسلامی و آلترناتیف سازی ها از بالا نه هیچ اصالتی دارد و نه نانی بر سفره خالی آنها اضافه می کند. این تلاش ها برای حفظ موقعیت طبقه سرمایدار و منافع توسعه طلبانی امپریالیستی است. کارگران و اقشار محروم و تحت ستم تنها با اتکا به نیروی مستقل و متحد و متشکل خود می توانند جامعه ایران را به سوی آینده شایسته زندگی انسانها رهبری کنند.